همراه بشیم با رضا غیبی، روزنامه نگار اقتصادی، که در این بخش همراه ما شدن. آقای غیبی، در مورد بازار ارز و طلا ما هر روز با شما صحبت میکنیم، هر روز هم شاهد افزایش قیمت ها هستیم. روند افزایشی این قیمت ها رو چطور ارزیابی میکنید؟ تا کی باید شاهد ادامه این روند باشیم؟ خب تا وقتی که جمهوری اسلامی هست و سیاست‌های جمهوری اسلامی این چنین هست که می‌بینیم، خب این روند افزایش قیمت‌ها در تمام حوزه‌ها از معیشت مردم گرفته تا و خدمات و کالاهای دیگر ادامه خواهد داشت. ارز و طلا هم مستثنا نیست، ضمن اینکه این دو کالا مشخصاً از قیمت‌های جهانی و سیاست اقتصادی بین‌المللی هم تأثیر می‌پذیرند. این یک نکته. نکته اینکه در بازار امروز چه اتفاقی رخ داد. ما شاهد نوسان شدید در بازار سکه هستیم. سکه تا 56 میلیون و 300 هزار تومان پیش روی کرد، مجددا عقب نشینی کرده و الان در محدوده 55 میلیون و 600 هزار تومان داره مبادله میشه. اما برخلاف سکه، دلار یک روند باثبات‌تری رو داره و اون حرکت آهسته و پیوسته قیمت‌ها رو به بالا ادامه داشته و الان در مرز 65 هزار تومان قرار داره. نوسانش بسیار بسیار اندک است و بیشتر افزایش قیمت رو به بالا هست و بنابراین اتفاقی که داره در بازار داره میفته یک التهاب و هیجانی در بازار سکه است و روند تداوم روند رو به رشد قیمت دلار. آقای غیبی، وضعیت بورس تهران هم همچنان نزولی تعریفی نداره، واکنش پزشکیان و اعضای اقتصادی دولت رو هم در پی داشته. چقدر به نظر شما دولت میتونه جلوی این ریزش شاخص‌ها و خروج سرمایه از این بازار رو بگیره؟ ببینید، دولت زمانی میتونه جلوی این التهابات رو بگیره و به قول معروف دستورهایی که میده کارساز باشه در بازار. اون موقعیه که عقلانیتی بر اقتصاد ایران حاکم باشه، سیاست‌های بین‌المللی از سمت جمهوری اسلامی اصلاح شده باشه، دخالت دولت در بازار به حد اقل ممکن برسه و خب حمایت‌های بعضن جانبدارانه و قیمت‌گذاری‌های دستوری مشخصاً از اقتصاد ایران بخواد حل بشه. اما مادامی که ما شاهد هستیم شفافیت در اقتصاد وجود نداره و اتفاقا بورس و بازار ارز یک معمن تأمین کسری بودجه است در بزنگاه ها برای دولت و بیشتر تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها سیاسی هست تا اینکه اقتصادی، و اولویت توسعه اقتصادی و معیشت مردم نیست و سایر موارد در اولویت است. تا زمانی که این اتفاقات وجود داره، نباید هیچ گونه بهبودی در وضعیت اقتصادی، چه در بعد کلانه و چه در بعد خردش که میشه معیشت مردم، رو انتظار داشت. آقای غیبی، مرسی از توضیحاتتون.